دوستای عزیزم سلام، به کانال فارسی مدیا خوش اومدید. ممنونم که همراه فارسی مدیا هستید. لطفاً کسایی که برای اولین بار همراه فارسی مدیا شدن کانال ما رو سابسکرایب کنن و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنن. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با سنگدان مرغ صحبت کنیم، با ما همراه باشید. جویندگان سلامت و زیبایی از خواص سنگدان مرغ بدانند. اغلب افراد از خواص سنگدان مرغ مطلع نیستند، اما سنگدان مرغ دارای پروتئین زیادی است و در واقع یکی از مغذی ترین بخش های بدن مرغ محسوب می شود. زمانی که به خوردن مرغ خوشمزه فکر می کنید، به احتمال زیاد سینه، ران، بال و یا پاها را تجسم می کنید. اما سنگدان چه؟ شما احتمالا می گویید سنگ چیست؟ و آیا حتی خوردنی نیز هست؟ سنگدان یک ماهیچه در شکم پرندگان است و در فرایند تجزیه ذرات غذا برای هضم به کار می رود و قطعا خوردنی و خوشمزه است. سنگدان در حقیقت یکی از مغذی‌ترین بخش‌های بدن مرغ است. پروتئین زیادی دارد و در واقع یک فنجان گوشت سنگدان می‌تواند تا 88% مقدار توصیه شده از پروتئین را برایتان در روز برآورده کند. زمانی که بدن شما پروتئین‌ها را تجزیه می‌کند، این آمینو اسیدها هستند که برای رشد ماهیچه و بافت بدن شما مهم تلقی می‌شوند. سنگدان‌ها هم چربی کمی دارند و هم دارای ویتامین بالایی هستند. سنگدان دارای چندین ویتامین شامل ویتامین B12 است که برای عملکرد مغز و تشکیل سلول‌های خونی سفید، نیاسین که برای گردش خون و تولید هورمون مناسب است و ریبوفلاوین که پوست و موی شما را سالم نگه می‌دارد ضروری است. مصرف سنگدان منجر به افزایش میزان مصرف آهن، فسفر و روی خواهد شد. آهن به بدن شما کمک می‌کند تا گلبول‌های قرمز خون را شکل دهند. فسفر که برای عملکرد ماهیچه و روی که عملکردهای سیستم ایمنی را بهبود می‌بخشد کمک می‌کند. بررسی ترکیبات موجود در سنگدان، چربی و کلسترول. هر 100 گرم از سنگدان مرغ که برابر با 3.5 اونس است، شامل 3 گرم چربی است که کمتر از 1 گرم چربی اشباع شده دارد. اگر به دنبال روش‌های کم چربی با افزودن پروتئین به رژیم غذایی خود هستید، سنگدان مرغ یک انتخاب سالم است. همان مقدار سنگدان مرغ نیز 370 میلی گرم کلسترول دارد که به طور قابل توجهی بیش از 300 میلی گرم و یا کمتر است که باید خودتان را در روز محدود کنید. رژیم غذایی کم چربی اشباع شده و کلسترول می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی، سکته و انواع خاصی از سرطان را کاهش دهد. پروتئین سنگدان مرغ. سنگدان مرغ حاوی مقدار زیادی پروتئین، یک ماده مغذی ضروری برای تولید انرژی است و همچنین پروتئین به پر کردن سلول هایی که ماهیچه های شما و بافت ها را می سازد کمک میکند. برای هر 9 کیلوگرم از وزنتان باید 8 گرم پروتئین بخورید که هر 100 گرم از سنگدان مرغ 30 گرم برای این هدف فراهم میکند. مواد مغذی سنگدان مرغ. هر 100 گرم سنگدان مرغ به شما 3.2 میلی گرم آهن و 4.4 میلی گرم روی میدهد. زنان به 18 میلی گرم آهن و 8 میلی گرم روی در روز نیاز دارند و مردان به 8 میلی گرم آهن و 11 میلی گرم روی به صورت روزانه نیاز دارند. این مواد مغذی از سیستم ایمنی سالم پشتیبانی می‌کند و التیام زخم و کمک در تقسیم سلول را تقویت می‌کند. همچنین 1.4 میکروگرم از 2.4 میکروگرم ویتامین B12 را به دست می‌آورید که هر روز نیاز دارید. ویتامین B12 برای سیستم ایمنی سالم و برای عملکرد مناسب نورولوژیکی ضروری است. آیا سنگدان مرغ واقعا سالم است؟ پیشگیری از انواع سرطان. سنگدان غنی از پروتئین و مواد معدنی است و میتواند یک مکمل سالم باشد. به عنوان مثال سلنیوم ممکن است در برابر سرطان پستان، مثانه، ریه، پروستات و سرطان پوست شما را محافظت کند. تأثیر در باروری و تیروئید. مواد معدنی موجود در سنگدان مرغ در تولید هورمون‌های تیروئید کمک میکند. از استرس اکسیدیتیو فرد را محافظت میکند و از بهداشت باروری حمایت میکند. سنگدان مرغ برای کاهش وزن و لاغری. اگر سعی دارید وزن خود را کم کنید، سنگدان مرغ گزینه خوبی است. به خاطر محتوای پروتئین بالا، گرسنگی را محدود می‌کنند و به شما کمک می‌کند تا در روز کالری بیشتری بسوزانید. نتایج حاصل از 5 مطالعه نشان می‌دهد که جیره‌های دارای پروتئین بالا سیری را افزایش می‌دهد و این ماده غذایی می‌تواند به جلوگیری از چاقی و کاهش چربی احشایی کمک کند. سنگدان مرغ برای تقویت مغز و جلوگیری از افسردگی. سنگدان مرغ همچنین حاوی ویتامین B12 می باشد.
که نقش کلیدی در عملکرد مغز ایفا می‌کند و از تولید گلبول‌های قرمز حمایت می‌کند. همانطور که مؤسسات ملی بهداشت اشاره می‌کنند، کمبود ویتامین B12 در گیاهخواران، سالمندان و افراد مبتلا به کمخونی و اختلالات گوارشی شایع‌تر است که اگر درمان نشود ممکن است منجر به مشکلات حافظه، جنون افسردگی و خستگی شود. ترمیم ماهیچه‌ها با سنگدان مرغ لازم نیست که ورزشکار باشید تا از مزایایش بهره مند شوید. پروتئین از آمینو اسیدهای مورد نیاز برای رشد و ترمیم ماهیچه‌ها تشکیل شده است. سنگدان مرغ برای تقویت متابولیسم بدن، لوسین، والین، آرژنین، گلاسین، آلانین و ایزولوسین تنها چند نمونه هستند. همچنین به حفظ جرم بدون چربی در رژیم غذایی کمک می‌کنند که به نوبه خود به حفظ متابولیسم شما کمک می‌کند. در مطالعه‌ای که در زمینه تغذیه بیان شد، افرادی که دریافت پروتئین خود را دو برابر کرده بودند، کمبود کالری، کاهش چربی و رشد ماهیچه‌ای بیشتری نسبت به رژیم غذایی متوسط داشتند. هر دو گروه 6 روز در هفته تمرین کردند، اما گروه پرپروتئین نتایج بهتری گرفتند. تقویت انرژی و رفع مشکل فقر آهن به طور طبیعی. اگر احساس خستگی می‌کنید، ممکن است کمبود آهن دلیل آن باشد. این ماده معدنی از سلامت سلولی حمایت می‌کند، عملکرد ایمنی را افزایش می‌دهد و به رساندن اکسیژن به ماهیچه‌های شما کمک می‌کند. یک رژیم کم آهن ممکن است به کم خونی منتهی شود که باعث ضعف و خستگی، ناخن‌های شکننده، سردرد، آریتمی و تمرکز ذهنی ضعیف، درد در قفسه سینه و ضربان قلب نامنظم در میان علائم دیگر می شود. همچنین مقادیر زیادی ویتامین، منیزیم و ویتامین های کمپلکس و دیگر مواد غذایی دارد که به صورت بهینه عملکرد بدن شما را حفظ می کنند. برای مثال، سطوح پایین ویتامین B12 ممکن است باعث کمخونی و خستگی شود. خوردن گوشت اغلب برای جلوگیری از کمبود مواد مغذی و احیای انرژی خود در نظر بگیرید. سنگدان مرغ برای جلوگیری از ریزش مو. در سنگدان مرغ ویتامین B3 و نیاسین به میزان قابل توجهی وجود دارد که هر دو برای درمان مشکل استرس، تعدیل هورمون‌های جنسی در غده فوق کلیوی، بهبود گردش خون، سلامت موها و جلوگیری از ریزش موی سر و بهبود قدرت بینایی نقش دارند. ممنونم که همراه مفید تیوی بودید. امیدوارم اطلاعاتی که در اختیارتون گذاشتیم براتون کاربردی بوده باشه. شب و روزتون خوش.